باشید. در خدمت همه برادر عزیز، خواهرای شنونده هستم. من قربون من فدای شما باشم. من در بعض ورود عرض کنم خیر مقدم میگم به شما مرد بزرگ. ما قرار یک مکالمه تلفنی با سلما بابایی داشته باشیم. گفتم قبل از اینکه ما کلام شما رو به هر حال قطع بکنیم و چیز کنیم، بخوایم بحثا رو ادامه بدیم، گفتم در بعد ورود ما از طرف من از طرف خودم درود بر سلما بابایی، دختر خانم سلما بابایی، دختر ارشد تیمسار سرافراز تیمسار بابایی. سلام، حال شما خوب هستین؟ سلامت باشین. قربان شما. من از طرف خودم و تمام بچه های لایو و تمام این حضار محترم که دارن لایو رو میبینن، تولد پدرتون رو، این اسطوره قرن، این شهید والا مقام، شهید سرافراز سرلشکر عباس بابایی رو خدمت شما و حسین آقای عزیز و محمد آقای عزیز بابایی تبریک میگم و روحشون شاد باشه انشالله. خیلی خوشحالم آقای حمزه. من از جانب خودم و دوتا برادرام از شما و همه دوستانی که این لایو رو دارن میبینن یا گوش میکنن تشکر میکنم ازتون و واقعا سورپرایز شدم. اصلا توقع نداشتم که حالا شما تماس بگیریم و این لطف رو داشته باشین. خیلی ممنونم ازتون، از اینکه به یاد بودین. واقعا نمیدونم چجوری باید تشکر بکنم، چون این دور زمونه دیگه الان همه دنبال مشغله های فکری و ذهنی خودشون هستن. مشکلات زندگی انقدر زیاد شده که همه درگیرن و اینکه توی این شرایط باز هم یاد ما بودین، از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. واقعا ممنون، خیلی لطف کردین. من شرمندم که اینجوری سورپرایزتون کردم خودم، چون قرار داشتم با بچه های لایف که به شما زنگ بزنم در حضور تیمسار. البته تیمسار مهرنیا فکر کنم الان متوجه شدن، من میخوام ایشون با ایشون هم یه سلام علیک کنید. تیمسار مهرنیا حتما سلام عرض میکنم خدمتشون. سلام، سلام، خوب هستید؟ ارادتمندم. شما هم ماشاءالله خودتون یک سرباز پیشرو در عرصه فرهنگ هستید، پا گذاشتید جای پدر در جاهای دیگه، انشالله عمر شما جاودان باشه. منم تبریک میگم خدمت شما پسرهای عزیز ایشون. امیدوارم که تندرستی شما رو ببینیم و ایشون هم شافی همه ما باشه، چون من نمیتونم بگم حالا ایشون، میدونم که بهترین جای بهشت رو نزد خدا داره. ممنون، خیلی لطف کردین، خیلی بزرگواری کردین. واقعا نمیدونم چجوری باید تشکر کنم ازتون. انشالله که همه شما عزیزان همیشه پایدار باشین در پناه حق و در کنار خانوادتون علامت و شاد و اتفاقات خوب برای همتون بیفته انشالله. انشالله انشالله. سرما جان، من میدونم الان سر پروژه ای هستی و مشغولی، بله. سخت هم فکری هم فیزیکی، اونجا به هر حال کار بسیار زیادی دارین، کارگردانی سینما به هر حال فقط اسمش از دور خوشه، قطعا سختی های بسیار زیادی داره. انشالله ما برات آرزو میکنیم که بهترین ها اتفاق بیفته و حالا انشالله بعدها انشالله یه بار در خدمتتونم باشیم. حالا ما صحبت میکنیم راجع به این پروژه شما یه کوتاه برای دوستان اگر اجازه بدید و بعد انشالله خدمت خودتونم خواهیم رسید. سلامت باشید، ممنون، خیلی لطف کردید. قربون شما برم، سلامت نکنه. ممنونم از همگی، خدافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. خب تیمسار، خیلی ممنونم از اینکه اجازه دادید با ایشون صحبت کنیم در محضر شما. سپاسگزارم. بهانه اینکه دیگه اسم ایشون امروز اومد، من یه یاداوری هم بکنم به دوستان، اینجا هم نشون بدم در جلد سوم کتاب ستاره‌های نبرد هوایی ما زندگی نامه و خاطراتی از شهید بابایی عزیز رو داریم که خب این خیلی کوچولو یه بخشی از اون ویژگی‌های بزرگوار رو اشاره کرده و این کتاب اگر از جلدم خواستید حالا ببینید
جلد سوم کتاب ستاره هاست. احتمالا چون از دوربین جلو میبینید برعکس باشه، ببخشید. دقیقاً آره، چون عباس عزیزمون شهید بابایی یک دورانی هم با ماها درگیری داشت توی مسائل دفاع مقدس و جنگ، در امیدیه با هم بودیم تو قرارگاه رد و یکی دو مورد دیگه هم حالا تو پایگاه و این ورانور همدیگر دیدیم. خاطرات نسبتا خوبی دارم. مکه هم قرار بود که با همدیگه بریم اون سال، ایشون اومد تا پای اتوبوس هم آمد، ولی خب اون شب دیگه عذرخواهی کرد رفت، خداحافظی کرد با خدا رحمت کنه خانم شهید بابایی، که ایشون با ما خدا بود، بیامرزه. رفتیم با هم سفر مکه و روز 15 مرداد بود که حالا اون حوادث مکه هم اون سال 66 داشتیم که زد و خورد شدیدی ایجاد شد و 3 سال هم در واقع مکه بسته شد به روی ایرانی ها، یا بهتر بگم اصلا دیگه نرفتیم روابط چون قطع شد. به هر حال تونستیم که از این خاطرات ایشون تا امروز انرژی بگیریم، تو ذهنمون داشته باشیم. یه موردش حالا امشب همینجوری یهو الان فی البداهه اومد تو ذهنم، بد نیست بهش اشاره کنم چون حالا یه خوردم طنز توش داره، و اون این بود که وقتی که در بحث هواپیمای عراقی می اومدن جزیره خار که ما رو بمباران می کردن، هواپیماهای F-14 تا از اصفهان و شیراز بلند می شدن و می رفتن می رسوندن خودشون به این منطقه، یه مقداری تأخیر بود و اونا بیشتر اوقات می تونستن موفق بشن. میراژا اومده بودن، افورا خیلی در اون تقابل با میراژ موفقیت نداشتن به دلیل اینکه اونا موشک های دوربردتری داشتن در اون عصر، و تهدیدشون که F-14 بود، F-14 هم معمولا به موقع نمیتونستن برسن. بوشهر اون موقع پایگاه F-4 بود. شهید بابایی نه. اومدن در پایگاه دسفول و از ما خواستن که F-5 رو ببریم به بوشهر، و F-5 چون ایزی مینتنس بودش و میتونست سرعت بیشتری در آماده شدن و پرواز داشته باشه، اسکرمبلش هم 3 تا 5 دقیقه شدنی بود، ما اونجا باشیم گشتم بزنیم اگر لازم بود در مواقع حساس، و به محض که عراقی اومدن و انتظار F-5 رو ندارن چون F-5 حالی خودم ریزه میزه است، توی اون نزدیک ها با هم درگیر شدیم، بریم تو درگیری نزدیک. یه تیم پاشدیم از دسپول رفتیم که خدا رحمت کنه روح شاد شهید بیرجند بیک محمدی با ما بود، خدا حفظش کنه، شیرفکن همتی، علیرضا آینی و یک سری از دوستان دیگه با هم دیگه رفتیم بوشهر. اونجا امیر بقایی هم بود که اون موقع البته ایشون هم سرگرد بودن. رفتیم در پایگاه بوشهر مستقر شدیم و توجیهات انجام شد، گفتن که ما میخوایم شما حد اکثر 200 بار روی آب پرواز کنید، موقعیت هم دادن. وقتی این موقعیت رو دادن، شهید بیک محمدی یه مقداری استرس داشت روی این موضوع که F-5 سینگل سیت هست و پرواز روی آب براش خطرناکه، احتمال این که توی حالا شرایط خاصی که پیش میاد در روی دریا که دیگه شما دوستان بهتر میدونید، ما اونجا دچار مشکل بشیم و سانحه بدیم. حبیب بقایی امیر عزیزمون، ایشون نظرش این بود که نه، ما قبلا در بوشه پایگاه داشتیم، اونجا پروازی بودیم، روی آبم خیلی خوب میتونستیم بپریم، بنابراین میتونیم بپریم، صدها هم پرواز میکنیم، خیلی هم خوب و مشکل نداریم. به هر حال این بگو مگوها من خلاصه میکنم، اونجا شد 2 گروه، گروه بیک محمدی و گروه بقایی. قرار شد هر 2 گروه با یه تیم که 3-4 نفر تو هر گروه بودیم این پروازها رو تست کنیم و نتیجه رو به شهید بابایی گزارش کنیم که شدنیه یا نه. خب نظر بیک محمدی این بود که ما از 2000 پا شروع کنیم و
کم کم بیایم به 1000 پا، نهایتاً رو 500 دیگه پایین نیاد. این پرواز انجام شد، من خودم در بال امیر بقایی پریدم. واقعا خب پرواز به یاد ماندنی داشتیم اونجا رو آب، طوری که یه دفعه ما درست از عرض یه نفتکش وقتی به اون نزدیک شدیم، من توی شرایط احساس پایین کردم تر. ما میخوریم به این سینه نفتکش، یعنی انقدر پایین بود ایشون که از روش ما رد شدیم، فکر کنم مثلا نمیم حالا 5 متر 6 متر اینجور از روی نفتکش بنده خدا ما رد شدیم. و بک محمدی هم به هر حال تا 1000 پا رو تست کرد و بعد گفت نه، نظر منفی. شهید بابایی آمدن بوشهر که نتیجه رو ببینن چی شده. بعد از 4-5 روز صحبت های شد، قرار شد بشینیم تو ماشین بریم تا نیرو دریایی، هوا دریا، اونجا یه سری هم بزنیم ببینیم چه خبره. ما سوار یه پترول شدیم، یادمه که خدا رحمت کنه بک محمدی نشسته بود جلو، شهید بابایی پشت مونده بود، من وسط بودم، بقایی هم سمت راست من نشسته بودم، من چسبیده بودم به شهید بابایی. صحبت بین اینها همینجوری ادامه بده کرد. ما اون موقع خب درجه همون پایین تر بود، ساکت نشسته بودیم، داشتیم بیشتر گوش میدادیم. این اتفاق که دیگه یواشاش بالا گرفت که بیک محمدی میگفت من دیگه زیر 500 نمیتونیم بیایم، بقایی میگفت میشه، شهید بابایی هم سرش مینداخته بود پایین، یه خورده تو خودش بود و هی داشت مثلا تجزیه تحلیل میکرد این صحبت ها رو. این نیسان پترولا رو دوستانی که دیدن که این زیر سیگاریش معمول مثل بقیه باز نمیشه. شهید بابای همجور که تو فکر بود داشت به این موضوع به قول خودمون چیز کرده بود، توجهش در خاص به اونجا، با انگشتش هم داشت این زیر سیگار رو سعی می‌کرد باز کنه و این باز نمی‌شد. هرچی زور می‌زد، فشار می‌داد، دیدید باز نمی‌شد. فکر کنم مثلا 30 ثانیه با این درگیر بود و دیگه بالاخره خلبان و تیزهوش انگشتش رو به یه سمت این فشار داد، این رفت داخل، پیچی چرخید، از اون زیر سیگاری در اومد. و همین حال و هوایی که جر و بس بود، یهو از اون سکوت سرش انداخته پایین تو خودش در اومد و با اون لحجه قزوینی خاص گفت اینم خوشگل است ها، یعنی گفت اینم خوشگل است ها. بعد خورسه این موضوع دیگه ادامه پیدا کرد، من اومدم وسط گفتم که جا بابایی، موقع سرهنگ بود، گفتم جام سنگ بابایی، یک کار اگر بکنیم ما میتونیم انجام بدیم هرچی شما بخواید. گفت چی؟ گفتم شما فی رو ببرید بالا، شما هر چی بری بالا ما میایم پایین، برید بالا ما میایم پایین، حتی زیرابی هم براتون میریم. اینجا هم بود بالاخره یه خود خندیدن و این موضوع حالا میگم مثل طنز بود. برای نتیجه این شد که F5 برگشت به پایگاه دسپول و F14 پشت سر ما دیگه رفت اونجا مستقر شد. اینم یاد دیدی اینکه چجوری F14 رفتش پوشک. خب من در خدمت من پدشتا بشتم. شما خب چند بار در لایو ما شرکت کردید، دوستانم عزیزم اگر بیوگرافی امیر معظم دکتر مهنیا رو میخوان بدونن، ایشون در لایو اول ما کاملا بیوگرافی خودشون رو گفتن و دیگه ما بابت این زیاد مزاحمشون نمیشیم، سوالا رو مطرح میکنم. در مورد تیمسار عبادی یا زلالی، شما ازش خواستن ببینم میشناسید، خاطری دارید یا نه؟ نه متاسفانه اینا خیلی قدیمی تر از من بودن و در دوران ما هم اصلا ما هرگز ایشون رو نتونستیم ببینیم. در مورد بمباران پایگاه هوایی ناصریه چه پدافند قوی داشت اگر میشه صحبت بکنید؟ ببینید پایگاه ناصریه یه پایگاهی هستش نسبتاً دوره، اما جز اهداف پایگاه دسپول بوده و جز در واقع اهدافیه که بچه ها بهش خب حمله هم کردن. ما از ناصریه قوی تر هم پدافند داشتیم کرکوک، چون پالایشگاه هم داشت. اون روزگاری که خود من تبریز بودم پایگاه کرکوک رو خدا رحمت کنه امیر دانشپور
که اون موقع ایشون سرگرد و شیر مردانه می جنگیدن اونجا چند وقتی که تبریز بودن، ایشون اسمش گذاشته لونه زنبور، یعنی میگه اونجا دیگه لونه زنبور. البته دلیلی هم داشت برای اینکه ما روز اول مهر که در قالب 140 فروندی قرار بود بریم پایگاه کرکوک و موسل رو بمباران بکنیم، دو تا دسته 20 فروندی صبح از تبریز تدارک دیده شده بود که این دوتا برن و این دو پایگاه رو بمباران کنند. یه اتفاقی افتاد، ظاهرا یک میس اندرستودی، یک سوء تعبیر یا تفاهمی شد بین جناب گلچین و جناب فرزانه، فرمانده دوتا پایگاه تبریز. فرمانده پایگاه تبریز فرزانه بود، فرمانده پایگاه همدان گلچین بود. یه موضوعی بین اینا بحث شد سر اینکه F4 قراره بره کرکوکو بزنه و ایشون گفت ما F5 قراره بره بزنه. برها تو این داستان ترجیح اونا این شد که F5 کنسل کنه که مبادا اونجا در به قول معروف روی پایگاه سورتی دسپول بره پایگاه موسل رو بزنه. اون روز ما از همدان 16 فروند که الان بعضی وقتا اشتباه میکنن میگن که همدان 16 فروند روز یک مهر پرواز داشته، در حالی که 36 فروند پرواز داشته، از اون 140 تا 36 تا شده قطع شدن اگر اشتباه نکنم، 16 فروندش اختصاص داشت به کرکوک.